از عشق توست که می پیوندم به خدا، به زمین، به تاریخ، به زمان، به آب، به برگ، به کودکان آنگاه که می خندند، به ستاره شب آنگاه که دستبندش را به من هدیه می کند، به شعر که در آن خانه دارم، به زخم که در من لانه کرده. تو سرزمین منی، تو به من هویت می دهی، آن که تو را دوست ندارد بی وطن است. سلام بیننده‌های عزیز تلویزیون جهانی یک و برنامه کاکتوس. من عبدالحی عابر هستم و بسیار خوشحال هستم، افتخار دارم که امشب باز یک مهمان بسیار عزیزی داریم، یک کارکن واقعا عالی که در اجتماع نقش بسیار ارزنده داره، به این معنا که صاحب و مسئول یک دارالیتام هستند، همچنان صاحب و مسئول یک بنیاد خیریه هستند و در پهلوی ازی دو اکادمی بزرگ آموزشی داره که هم به گونه آنلاین و هم به گونه حضوری آموزش میدن. و خوشحال هستم که امشب برنامه ما را رنگین میسازه. خوش آمدید میگیم با آقای نثار احمد احمدی و برنامه کاکتوس. خوش آمدید عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله علیکم. خدمت شما، خدمت همکاران عزیز شما و عزیزانی که همین اکنون ما را بیننده هستند. بسیار خوشحال ما کردی عزیزم، بار دیگه برات خوش آمدید میگیم. خب بیا از اینجا شروع کنیم، از اطفال، از کودکان. شما مسئول و ایجادگر یک دارالیتام هستین، لطفا در این مورد معلومات بدین. چطور اول به این فکر رفتیدین که یک دارالیتام تأسیس بکنین؟ خب یقینا در افغانستان بیوه ها و یتیم ها خیلی زیاد هستن، لطفا بگوین چی وقت به این فکر رفتیدین، چه تعداد یتیم ها را دارین فعلا؟ بدون شک در اسلام وقتی ما یک کار را انجام میتیم قبل از او ارزش از او را میبینیم و جایگاه از او را میبینیم. ما یک روز دوره حدیث را میخواندم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید شخصی که از یتیم کفالت میکنه در بهشت به ما کهاتین هست، اشاره میکنم بله انگوش به من نزدیک است. یکانا چیزی که مرا انگیزه داد امی حدیث بود و بدون شک آیت قرآن کریم که و اما الیتیم فلا تقهر. یتیم بالای ما حق داره، تنها بالای منی، بالای تمام من ما حق داره که یتیم باید نوازش شوه، یتیم باید پروسرش، تعلیمش، همه چیزش باید در نظر گرفته باشه، هر کسی از دستش چیزی بیاید باید انجام بده. و این مفکوره زمان ایجاد شد که من فضیلت پرورش یتیم را فهمیدم و دانستم و اقدام به عمل خیر کردم. بسیار عالی. چی تعداد یتیما را دارین در این مرکز و امکاناتی که شما باید اینا را اعاشه و احاطه بکنین؟ یقینا در بخش آموزش هم باید کارهای برای از انجام بدین. این امکانات از کجا میکنین و بگوین که در پلوی ازی که اعاشه و احاطه میکنین آیا مسائل آموزشی و پرورشی را هم مد نظر دارین اونجا؟ دقیقا. دارالیتام ما تقریبا 5 ماه میشه آغاز به فعالیت کرده و این دارالیتام نو تأسیس هست. بله. و ما پروگرام های خیلی بزرگی داریم که فعلا از 50 یتیم ما آغاز کردیم و تحت پرورش قرار میتیم، یارا که از جمله از لحاظ پروسه تعلیمی اینا الحمدلله هم از لحاظ علوم اسلامی و علوم اصلی بهره برداری میکنن که هم حفظ قرآن میکنن و هم تعالیم اسلامی را میآموزن. در ضمنش در پهلویش مکتب خصوصی هستن که اینا نصف روز را مکتب خصوصی میخوانن. بسیار عالی. یعنی هر دو روش را یک بارگی پیش میبرن اینا و موفقیت همه می هست که باید از دو لحاظ باید روشن فکر باشن و پیشرفت بکنن. و در ضمن مسئله معاش و نان و غذای اینا تقریبا هستن، از ولایت های مختلف هستن اونجا، فقط به دو عیدی که اونها به خانه میروند و همیشه اونجا هستن، 30 وقت نانشان است، لباسشان است، همه خرج و مصارف دکتر و اینا کلش مثل یک پدر یک فرزند چطور تربیت میکنه. ماشاءالله مکمل هست الحمدلله. نام خدا. اساتید هم تبندارین یا تناستین خودتان این کارها را پیش میبرین؟ نه، من فقط مسئول دارالیتام هستم و در بخش مدیر داریم و یک 3 استاد هست که یک استاد در بخش ذکور هست و 2 استاد دیگه در بخش اوناس فعالیت میکنه و یک کسی هست که مسئولیت پرورش اونها را به دوش داره که از مریضی اونها گرفته از طرف شب اونها را میبینه و نگاه میکنه، چون اطفال هستن نیاز به ای دارن که باید مثل یک مادر یک شخصی بالای اونها باشه 24 ساعت، درد اونها را یا خوشی اونها را باید درک بکنه و ببینه. بسیار عالی، بسیار عالی. این پروسه انتخاب چگونه بود؟ گفتین از ولایت های مختلف دارین. بله، فعلا چگونه تشخیص میتین که کی مستحق است که بیاین و در مرکز شما؟ بله دقیقاً این مسئله مهم هست، چون وقتی که ما در لیتام را آغاز کردیم متاسفانه یک عده به نام ایتام یتیم آمده بودن. باز ما بعد از او باز یک پروژه قوی را روی کرد آوردیم، روی عمل آوردیم که دو زمانت هست.
و پروسه جدول داره که دو نفر باید ایره تایید بکنه از خود قریش، از مکانش. و او دو نفره که شاهدی میده که یتیم هست و یک وکیل گذر، وکیل منطقه، باید این دو شاهد را تایید بکنه که واقعا این شخص یتیم هست، ما میشناسیم. در غیر از او کسی را که نمیشناسیم ما هیچ وقت به دارلایتا میخواد جذب نمیکنیم. بسیار عالی. خب طبعا پرورش پنجا طفل یا عاشو باطش، مسائل تیبی و سیهی و رسیدن به مسائل بیماری و اینایش مصارف را ایجاب میکنه. دقیقا. وجوه مالی را برای این مرکز از کجا تمویل میکنین؟ ما در حدود تقریبا برای 50 یتیم 1 لگ افغانی فعلا مصرف داریم ماهانه، برای تنها دارلایتا میخواد. خب. معاش اساتیز هست، معاش مکتب خصوصی اونها هستن که مکتب خصوصی میخوانن و نان و غذا و اینا البسه شون است. یعنی سنجیدین کلا این مسائل در ماه 1 لگ افغانی برای 50 نفر می. بسیار عالی. برای مجموعه هم دارلایتا ما. و الحمدلله خیرین زیاد هستن و اونایی که اسپانسر میکنن ایتام را هستن همراه ما. از کشورهای مختلف هستن، دولت ما را اسپانسر میکنن، الحمدلله همیشه با ایتام هستن. بسیار عالی. فرمودین که از دیگر کشورها هم کت شما در این راستا همکاری میکنن. مثلا ما یک تیم داریم احمد نام داره. بله. اینمی احمد را ما میگذاریم به یک شخصی که در خارج است، درآمد مالی داره، به نام از او ثبت میکنیم. خیلی خوب. و یک شخص مصارفش 4500 افغانی هست. میگیم 4500 افغانی می فرد مصرف داره. او شخص ماهانه ای را تمویل میکنه. 4500 افغانی به روان بکنه. بعضی ها کمتر روان میکنه به اندازه توانشون، اما هر شخص هر فرد را پروس میکنه. اما در 50 یتیم ما تقریبا 25 یتیم ما اسپانسر داره، بقیش نداره. خیلی خوب. در خارج کسایی که رفتن، خب یک مقدار حالت مادیشان بهتر میباشه. وضعیت تجار و کسایی که اینجا یک مقدار دستشان به اصطلاح به دهن یا به جیبشان میرسه، در داخل تجار هستن یا متمول هستن، به نظر شما علاقمندی نشان میده تجار داخلی ما، پیسه‌دارای ما به اصطلاح؟ متاسفانه اون چی که مرا رنج میده یعنی متاسفانه بگم با کمال تاسف، همین سوال همین خاطر کردم که در اینجا بدبختانم. تجارای داخلی ما ثروت دارن، الحمدلله پول دارن، اما تا فیلحال ما یک تجار را ندیدیم که به دارلایتام ما کمک کرده باشه و همکاری کرده باشه. گفتن میتونم که در سابق وقتی که آغاز تأسیس دارلایتام بود، یک دزا سهم گرفتن بسیار کم، اما از داخل ما اسپانسر نمیشیم متاسفانه. به نظرتان چرا این روحیه بین مردم ما وجود نداره، بین کسایی که صاحب ثروت و مکنتام هستن؟ آنچه که ما فکر میکنم در این مورد، اونایی که میرن در خارج از کشور، اونا باز احساس وطن دوستیشون بیشتر میشه. خب چون دوری از وطن شاید دوری از وطن احساس میکنن. و اون که حتی میگن خاک افغانستان ما خیلی دوست داریم، باید به افغانستان بیاییم. اما اشخاصی که با من صحبت میکنن، باور بکنین یگانه آرزوشون که میگن آرزوی ما این هست که ما به افغانستان برگردیم. باور بکنین آخرین آرزوشون، حتی اشخاصی بودن که برام میگفتن که اشخاص را بگذارین برام که برام خانه بخره به افغانستان ما پس برگردیم. اما هم در خود افغانستان اعضایی که تاجر هستن، یک ده شاید احساس نداشته باشن و دوست داشتن پول باشه، یا هم شاید اونا رو ما درک بکنیم، شاید کاروبارشان خوب نباشه، شاید مشکلات ها باشه، اما قضاوت کردن نمیتونیم. خب نمیشه راستی هم که آدم دقیقا بفهمه که چرا، در حالی که ماشاءالله همگی مسلمان هستن و فرمودی شما حق یتیم چقدر زیاد است و مراحت به صراحت بار بار در حدیث شریف آمده، در قرآن عظیم و شان به مراتب تاکید شده روی این مسئله و ثواب و اجرش چقدر زیاد است که پیامبر بزرگوار فرموده آن که سرپرستی یک یتیم کنه در روز جزا پهلو در پهلو، یعنی دو انگشت خود، بله در جنت، در جنت، یعنی به این اندازه به من نزدیک است. خب این افتخار یا این بزرگی را کمایی نمی کنن، خداوندی توفیق عنایتشان بکنه. سوال در اینجا این مطرح میشه که شما برای فهماندن و اطلاع رسانی به مردم در داخل تو راههایی دارین که مردم آگاه شوند که شما چنین مرکزی دارین و با داخل کشور؟ بله، ما الحمدلله سایت های اینترنتی داریم، از جمله فیسبوک و یوتیوب و تیک تاک و اینا، از همه اینا ما استفاده میکنیم و بدون شک ما گفتن نمیتونم که هیچ شخص آگاه نشده باشه، چون همین شما فیسبوک داریم، از این سوشال میدیا با خبر هستیم، همه کس داره. دقیقاً. الحمدلله وقتی که ما برنامه ها را میگذاریم و بازدید بیشتر هم داره و تا لگ ها نفر، 5 لگ نفر، 6 لگ نفر تا بازدید هم داره. همه نفر هم اشخاص خبر میشه. چه تجارا هم ببینه و به خاطر اطلاع رسانی اونها ما خیلی کار کردیم. و یکی خبر هم دارن، شاید حتی گفتم میتونم مبالغه نشد، نصف افغانستان یا بیشتر خبر داشته باشه که یک دارلایتام تشکیل شده. دقیق. از پنج ماه ولی که کمک نمیکنن حرف جدا، شاید هم ممسک باشن. شعر میرزا غالب یادمه که
ناله بلب شکسته ایم، داغ به دل نهفته ایم، دولتیان ممسکم زر به خزانه کرده ایم. خب چون زر به خزانه میکنن شاید بعدم دلشان نخواهی که از این زر یک مقدار بتن، ولی خب امیدش هست که با دیدن این برنامه ما و شما با این کار نیکی و خیری که شما انجام میتین یک تعداد لاقل بخواین و بتانن با شما در این راستا، چون واقعا یک کار بسیار عالی و انسانی است، کمک بکنه. خب به این امید بیاییم که این تعداد یتیمایی که فعلا 50 نفر است، برنامه برش دارین که بخیر زیادش کنین و تنها پسرها هستن یا دخترها هم است؟ الحمدلله هر وقت انسان یک کار را آغاز میکنه از نقطه آغازش کوچک میباشه و برنامه های بزرگی داریم. ما تصمیم داریم که در 34 ولایت افغانستان ما در لایتام داشته باشیم در آینده. و این هدف بزرگ ما هست، هم در بخش ذکور باشه و هم در بخش اوناس باشه. بسیار عالی. و ما تصمیم داریم که ان شاء الله اگر توفیق بده ما هزارها یتیم رو باید اسپانسر بکنیم. به 50 یتیم ما به تکافو نکنیم. و ما یک پروسی دیگر دنبال ازی انداختیم، دنبال دولتام خود، که ما باید وابسته اشخاص نباشیم. وابسته باید خود باشیم و خود ما بعض درآمدزایی داشته باشیم، که از جمله ساخت یک شرکت هست که در نظر داریم ان شاء الله اگر الله توفیق بده یک شرکت بزرگ در بخش مرغ است. ما تصمیم داریم که اینو بسازیم. مرغ یعنی پرورش مرغ، پرورش یا مرغ جنگ مندازین مرغ را؟ سبحان الله. چرا در افغانستان خود مرغ جنگی هم باب است؟ بدبختانه منفعت مالی نداره. بله، اگرچه ما میخوایم شوخی کردم من رایتان عزیز، تجارت مرغ باشه. بله، چون فعلا از پاکستان داخل افغانستان میشه و حتی در داخل کشور همه مرغایی که فعلا خارج میشه حتی ولایت خود را بسنده نیست. در ولایت جلال‌آباد چندین شرکت هم میشناسم و جور کردن که حتی در ولایت خودش بسنده نیست. پس اگر ما کوشش بکنیم که این کارها را بکنیم، هم برای کار ما هم برای دیگرا شغل ایجاد میشه و هم به خاطر دولت ما بهترین کار هست. بسیار عالی. کاری شرکت فعلا تا در حد یک فکر مانده یا عملا هم گام هایی برداشتین؟ عملا گام نگذاشتیم، فقط در حد مشوره هستیم. عزیزایی که در این بخش تجربه سالها دارن، سالهای متبادی کار کردن، عزیزای 25 سال 20 سال کار کردن، ما امروزشان فعلا در مشوره هستیم چگونه باید آغاز بکنیم، چگونه باید پیشرفت کنیم. اونا بر ما نظر مثبت دادن و گفتن اگر آغاز شوه خیلی بهتر هست. با مشوره اونا را در نظر گرفته آغاز میکنه. بسیار عالی. سوال در ذهنم میگرده که سه وقت غذا باید برش بتین، چای صبح و چاشت و بالاخره شب. اگر یک مقدار در مورد مینویش مختصر گپ بزنین که چی چیزایی برای اطفال شما میتین برای تغذیش؟ چرا ما اینجا یک آشپزخانه داریم که به به چی نان میده برای ما. خب بفرمایید. خب بهترین غذا در میان ما افغانا گوشت است. گوشت ما ترجیح میتیم از همه چیز. بله. الحمدلله من یادم نمیاد که ده هیچ ماهی نباشه که یک گوسفند و دو گوسفند برشان ذبح نشه. نام خدای نه. واو. برشان تو گوشت یک سیر و دو سیر خریدن نمیشه. بسیار عالی. بلکه خود حیوان خریده میشه، برشان ذبح میشه و باعث خوشحالیشان میشه. نام خدا واقعا. منوی غذایی هم چیزی که اول فرنات شما هست. بله. بسیار خوب. این مرکز سوال نهایی شاید این مورد باشه، در داخل شهر کابل است؟ این مرکز داخل شهر کابل هست، ولسوالی شکردره. خب یعنی در ولسوالی است؟ در خود ولایت کابل هست، ولسوالی شکردره. خب شکردره مربوط کابل است؟ بله بله. و تصمیم داریم که داخل شهر بیاریم. خیلی خوب، خیلی خوب. و این فکر هم داریم که بخیر در ولایات خداوند شما را توفیق بده که در اونجا نمایندگی های این چنین داشته باشه. بسیار عالی. خداوند بدون شک شما را در این راه انسانی و خیریه کمک میکنه. وقتش هست عزیزم یک جرعه آب بنوشیم، اگرچه فرمان نداده وقفه، ولی خوب ما میخوایم یک وقفه کوتاه بگیرم. انشاءالله بسیار زود برمیگردیم. بله، خوش آمدید. میگم به ادامه برنامه کاکتوس با آقای نثار احمد احمدی. خب عزیزم، در مورد دارالیتام حرف زدیم، حالا بیایم در یک بخش کار بسیار بزرگ و خوبی که شما انجام میتین. دو اکادمی بزرگ آموزشی دارین که هم به گونه آنلاین و هم به گونه حضوری شاگرد دارین. حالا وقتش هست عزیزم که زحمت بتوم در این مورد حرف بزن. اول چگونه این فکر برات پیدا شد و چگونه تانستی این دو اکادمی بزرگ را تأسیس کنی؟ بدون شک اسلام ما همه شمول هست، جهانی هست. تنها اسلام از نه تنهایی که از زندگی ما صحبت میکنه، از بحث تعلیم هم، از بحث رفتار اجتماعی ما. حتی یک دانشمند امریکایی تحقیق کرده بود، مسلمان شد، میگه 3% قرآن امر و نهی داره، میگه نماز بخوان، زکات بده، اما 97% قرآن کریم در مورد مسائل اجتماعی هست، مسائل اخلاقی هست، مسائل تعلیم هست. بدون شک این مفکوره زمانی ایجاد شد که پیغمبرمون میخواد بهترین را معرفی کنه. میگه خیرکم من تعلم القرآن و علمه.
بهترین شما کسی هست که قرآن یاد بگیره و دیگران یاد بده. به این معنی نیست که تنها قرآن یاد بگیره. قرآن همه چیز است. قرآن ساینس هست، قرآن ریاضی هست، قرآن فیزیک هست، قرآن ساینس هست، قرآن اتم هست، تکنولوژی هست. پس او کسایی که در این فکر است که قرآن تنها نماز و زکات و روزه میگه، این فکر غلط است. اشتباه میرن واقعا. در قرآن ولا رطبی ولا یابسی الا فی کتاب مبین. قرآن خودش میگه و ما را تشویق میکنه به تکنولوژی و یکی از اهداف خلقت انسان را اعمار روی زمین میگه که زمین رو باید اعمار بله، بکنه. بله، بله، این تعمیرای بلدیگایی که ساخته میشه بخاطر زینت زمین هست، انجینرای هست پشت کار ازی و کارگرای هست، کسایی هست که پشتیبان دارن. پس بدون شک این مفکوره زمان ایجاد شد که من ارزش تعلیم را فهمیدم و خواستم که این را آغاز بکنم و در ضمن نیاز مردم را دیدم. امروز جنگی که صورت میگیره، حالتا که ببینین اگر هرچی ساخت صورت بگیره، تعمیرای خوب بسازیم، سرکا را بسازیم، وقتی جهل داشته باشیم، از لحاظ تعلیم پیش نریم، این فایده ای نداره. پس چپه میشه، پس از بین میره. و بدون شک باید انسان خود را بسازه. به خاطر ساخت انسان علم مهم است که علم باید بگیره. و اولین پیام قرآن هم است که اقرا. بدون شک بخوان. بخوان. بله. بخوان. بله. خواندن از همه چیز. حتی در قرآن یک آیه را مگروس خواندم، بسیار مرا به حیرت انداخت. فاعلم انه لا اله الا الله. قبل از لا اله الا الله علم است. دقیق. قبل از توحید چقدر مهم هست که وحدانیت الله. بله. قبل از علم. محور از بله. علم مهم است. بس به این لحاظ به خاطر ازی باید نه تنها اینکه من کوشش بکنم، همه کسایی که از پنتون فارغ میشن، مدرسه را میخوانن، حافظ قرآن میشن، باید اقدام به این بکنن که تعلیم بکنن. هم علم بیاموزن، هم علم را بیاموزن. بله. بس به این لحاظ بله. حدیث هم میاد میگه خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بله. علم یاد میگیره و دیگران یاد میده. دقیق. نه که تنها خودش یاد میگیره، در جیب خود نگاه میکنه و او خود مثل کنز محفوظی هست که سرش بسته. آره. فایدهش به کسی نرسه یعنی چی؟ بله. باز ما الحمدلله این کار را آغاز کردیم. این پروسه هست که تقریبا کم از کم یعنی 8 ماه میشه. 8 ماه میشه این کار را آغاز کردیم و الحمدلله پیشرفت خوبی داشتیم. اطمان. که از اکادمی حضوری ما فعلا 500 شاگرد داریم. 500 از پشت ذکور و اوناست در مدت 8 ماه تشکیل دادیم اکادمی را. و از بخش آنلاین که در کشورهای مختلف هست، ما الحمدلله 3500 شاگرد داریم. ماشاءالله. که در بخش آنلاین ما تدریس میکنیم. ماشاءالله. مفکرم زمان برای ما ایجاد شد که نیاز را دیدم، نیاز مردم را دیدم و ارزش تعلیم را دیدم. واقعا همطور است. در مورد نیازها گفتی، خب بدبختانه 14 ماه جنگ داشتیم. دخل. اگر مراکز تعلیمی و تحصیلی و مکاتب ما بوده بیشتر ویران هم شدن. جنگ حالت را به میان آورد که خیلی از اطفال ما و شما از درس و مکتب محروم شدن. اگر اتفاقا درس و مکتب هم داشتن، تعمیر نداشتن، در آبای آزاد زیر آفتاب درس می‌خواندن، کتب درسی وجود نداشت. مواد درسی را لطفاً بگوین از کجا تهیه می‌کنین؟ یکی کدام مضامین اساسی را شما در این آکادمی‌ها درس می‌دین؟ بله، قبل یک نکته را می‌خوام اشاره بکنم. بفرما. قاری برکت الله سلیم، الله مغفرتش کنه. بیش. قاری مشهور جهان اسلام. بله. نه بله. تنها که از افغانستان بله. افتخارج بود، به جهان اسلام افتخار. دقیق. این یک روز علت نابینایی چشمای ازی این بود که مادرزاد نابینا بود. آره منش ناسمش بچه مامای مادر هم اساسی زن. بله از کودکی میدید. سبحان الله. بله. مادری قطره ای را بدون ازی که فکر بکنه، بدون ازی که تحقیق بکنه و چشم ازی میچکنه و ای را نابینا میسید. بله بله از نادانیش. بله. دخترای خود را به مکتب روان میکرد. یک روز یک کسی از پرسان میکنه، میگه چرا دخترای خود را به مکتب روان میکنی؟ میگه مادرای بی سواد فرزندای خود کور میکنه. الله تفلک راست میگه از خود. بدون شک. باز ما الحمدلله در بخش اکادمی خود این مرکز نگذاشتیم، مدرسه هم نگذاشتیم، دارالقرآن هم نگذاشتیم، ما اکادمی گذاشتیم. بله بله. که همه علوم تمام علوم مروجه باید در برش تدریس شود. الحمدلله نه تنها اینکه حفظ قرآن، تجوید، ناظره، زبان عربی در اکادمی ما تدریس میشه، الحمدلله فعلا زبان خود مضمون ریاضی هست که تدریس میشه به شکل خیلی خوب به گونه آنلاین. حتی زبان انگلیسی ما در نظر داریم، حتی کامپیوتر هست که بخش مهم هست که بله. چند وقت قبل بعد انشاءالله ما این را فعال میکنیم. ایجاد شغل این هم مهارت میخواه، علم میخواه که در بخش بیوزنا هست، که در بخش خصوصا خیاطی و بعضی مسائل است که باید مروج شود و مردم مسئول کارگر شوند و از دست خود یک چیزی پیدا بکنن. و ما فکرم این هست که اکادمی ما باید در هر بخش فعال باشه، نه تنها که علوم اصلی علوم اسلامی باشه، باید علوم عصری هم باشه. ما میبینیم که یک وقت یک عالم شیخ الحدیث است، مفتی هست، محتاج یک دکتر میشه که او را کنول بزنه. خب معلوم است. یک دکتر محتاج از یک انجینر میشه که باید برش یک ساخت تعمیر برش باید اعمال بکنه. پس به لحاظ زندگی ما بافت خورده است. یک انسان باید از همه چیز باید وقتی یک مرکز علمی را فعال میکنه باید از همه چیز باشه، همه چیز باید او فعال باشه که هر کس طبق دلخواه خود پیش ببره مضمونی که
طبق دلخواهش است و خواستش است. بسیار عالی. خب در آغاز خود طبعا شما یک مقدار سرمایه گذاری باید کرده باشین که این دو مرکز ایجاد بکنین، درسته؟ سرمایه گذاری انگفت کار داشت که خب بگوین که باز وجوه مالی را از کجا کردین برای این دو مرکز؟ الحمدلله در بخش آنلاین و در بخش حضوری، وقتی که ما همه چیز به مال وابسته هست که مال باید باشه و قبل از اون یک بنیاد داشتیم که انشالله حرف هم میزنیم در موردش، پشتیبان قوی ما بنیاد خیریه ما هست. خیلی خوب، خیلی که همه چیز رو در این پروسای تعلیمی هست، پروسای تدریس و پروسای دارلایتام و ایجاد شغل، هم پروسای شامل ازی هست که اسپانسر میشه. بسیار عالی. تعداد اساتید چقدر است؟ از کجا انتخاب کردین بخشای مختلفی را که باید تدریس بکنن؟ حقوق هم برشان طبعا میتین؟ بله بله، همشان حقوق دارن. تقریبا ما از بخش حضوری در مجموع 15 استاد داریم و تقریبا 20 استاد از بخش اوناست داریم که 20 و 10 استاد میشه. مجموعه کارمندای ما که در کل فعالیت میکنه 50 نفر است. بسیار عالی. ماهانه هر کدامشان 10000 افغانی، 15000 افغانی، از 15 بالا نیست. یعنی معاشای اینا است. خب این معاشای خیلی خوب است. باز هم اگر اشاره بکنیم باز بچا نگوین غیر تلویزیون ما را مثال میتی. خب واقعا معاش خوب است، در خور است. خدا شما را وسیله بیشتر بده، امکانات بیشتر بده که بتانین هر قدر که استادا را حمایت بکنین هم قدر خوب است. چرا؟ وضعیت اساتید در افغانستان واقعا اسفبار بوده، عالی هم است اگر آدم پرسان بکنه. اتفاقا چند روز پیش استاد دمی چوکی که شما بودین ششته بود و قصه کرد که حقوق خیلی ناچیزی میگیره ولی وظیفه خیلی بزرگی را انجام میده. از تدریس و معلمی که فکر نکنم وظیفه بزرگتر و دارای معنویت باشه. خب عزیزم، باز چقدر فیس شما میگیرین؟ این حالی ماشاءالله 500 شاگرد در یک بخش دارین، 3500 هم به گونه دیگه دارین. تو یک معیار برش تعیین کردین یا نظر به توان شاگرد است؟ الحمدلله به توفیق پروردگار از بخش حضوری خود ما تقریبا اصلا بگیم رایگان هست. کاملا رایگان. یعنی ما فیسی از شاگرد نمیگیریم. حتی ما دروس تفسیر داریم که من خودم تدریس میکنم. ماشاءالله. یک صنف است که تقریبا 50 خواهر است میخوانند تفسیر. بسیار به شوق علاقه. وقتی ما اونجا تدریس میکنم تقریبا یک ساعت ما اونجا تدریس میکنم. یک روز مدیر سه برام گفت که چرا همینقدر زحمت میکشی، عرق میریزی، چرا پول نمیگیری؟ من میگم ما چون ما تجربه کردیم. در شکردره وقتی با مدرسه را فعال کردیم ما رایگان اعلان کردیم. 200 شاگرد برام آمد. در جوار ما مدرسه است 20 شاگرد داره. 200 افغانی فیس میگیره، به خاطر 200 افغانی کسی نمیاد. خب نمیتونن، آماده مزق تیر نشه. وضعیت اقتصادی در این حد نیست که آدم بتونه. بله الحمدلله رایگان هست و بسیار یک ایده محدودی هست که ثروتمندایی که در داخل کشور هستن اونا یا تعدادش بسیار محدود است. 20 25 نفر است که فیس میتن. اونا تقریبا 250 افغانی 300 افغانی اونا فیس میتن و در بخش آنلاین الحمدلله او باز وضعیتش خوب است، همون گپ است که چون در خارج هستم. بله، به اون خاطر باز از اون طریق ما میتونیم که بخش حضوری خود را هم منظم پیش ببریم و استادای حضوری خود را هم معاش درست بدیم. بسیار عالی. آیا ادارات دولتی هم که شما خوش شاید روابط با اونا داشته باشین یا لااقل تماسهایی گرفته باشین، گاهی شما را کمک کرده در کدام بخش؟ چی در این بخش یا در اون بخش قبلی که دارالیتام بود؟ ادارات دولتی یا مراکزی که در ولسوالی موجود است یا به سطح عمومی در کابل در مجموع؟ خب بدون شک انسان از حقیقت باید دور نشود. بله. که نظامی که فعلا هست. بله. و در بخش تعلیم الحمدلله کارهایی که اینا میکنن کارهای بنیادی است. و آنچه را که یا ترجیح میدن کار تعلیم و تعلم است. خب. در هر اداره‌ای که همکار مدیرای ما رفته یا ما رفتیم به خاطر جواز بوده یا به خاطر کار بوده، ما را الحمدلله تشویق کردن و ترغیب کردن. گفتن امو هر کسی که مسئولی امو مرجع بوده بله. گفته که هر امر و خدمت به ما باشه ما به سر و جان در خدمت شما هستیم. بسیار. و در بخش تعلیم ما همیشه کار میکنیم، وظیفه ما است و ای که شما این کار را میکنیم ما همیشه پشتیبان هستیم با شما و همیشه همراه شما هستیم. خب این خوب وعده شاید داده باشه. بله. عملا هم کدام کاری کردن؟ بله، مثلا کردن. چی انجام دادن؟ مثلا از لحاظ امنیت. بله. فعلا یک شاگردی که به داخل آکادمی میاد درس میخوانن از امنیت خوب برخوردار هستن، بیغم میان تدریس درس میخوانن. و از لحاظ مثلا بعضی مسائل جواز هست، وقتی که میان میگیم ما این مسائل درسای اسلامی داده میشه، در ضمن علوم اصلی هم است، ما رایگان اعلان کردیم، پس شما در این بخش میکنین. باز اونا از بخش جواز و از بخش پول که مالیه میگیرن اونا باز یک چیز تخفیف میتن و گهگاهی تو عفو هم میکنن. تو مدرسه که ما شکردار داریم مالیه از ما نمیگیرن. میگه وقتی که مدرسه هست اینا اکادمی هست درس میخوانن، خصوصا درس قرآن اجازه داده میشه ما چیزی نمیگیریم.
بسیار عالی. نمیگیرنم خوب است. بله واقعا همونطور است. غالبا شاید تا صنوف 6 دختر خانم ها را شما درس داده بتانین. فعلا شما یقینا چون آغاز کار است باید صنوف ابتدایی داشته باشین. چگونه از این مسئله؟ از ما سیستم مکتب نیست. از ما درسی که دادمش الحمدلله به سطح پنتون است. خیلی خوب. درس تفسیری که در اونجا داده میشه بسیار به شکل بالا به شکل خیلی خوب، حتی ممکن که مبالغه نشه، به سطح پنتون بالاتر هست و کمتر نیست. و اینکه شما گفتین از صنف 6 به بالا، چون اونجا خواهرای میان که جوان هستن بله. و بزرگ هستن، تفسیر بله. میخونن از نظر سنیانی خیلی بله. دیگه ما با این دیدگاه ما انشالله ممکن که اگر مکتب ما شروع بکنیم و سیستم مکتب را آغاز بکنیم تصمیم داریم و ممکن که انشالله ما ای امید را داریم از دولت از حکومت که انشالله تو وقتی که ما مکتب آغاز بکنیم شاید که مکتب هم بخیر باز بشه، دروازه مکتب برای خواهرها از 6 به بالا انشالله که باز بشه. خب کسی خو منکرش نیست، مسئولین محترم امارت اسلامی همیشه ایره میگن که با فراهم کردن شرایط که وقت شرایط آماده شد یقینا که در پای مکاتب برای همگی باز خواهد شد. نظر شما چی است؟ منیسه کسی که طبعا در بخش علوم دینی علوم اسلامی شاید سوالیان بکنم که درستان تا چی حد است ماشاءالله، ولی فهمیدم هر نقل قولی که میکنین از قرآن و از حدیث است. او را بعدا سوال خواد کردیم که شما در این حد یا در کدام بخش درس خواندین. منیسه یک عالم دین که ما فکر میکنم بدون شک هستین، دیدگاه شخصی شما چی است؟ خب تعلیم خوب فرض است بر هر زن و مرد. اگر شما دیدگاه شخصی تان بگوین در این رابطه که چقدر ضرور است مخصوصا برای خوارکای ما، برای دختر خانم ها که درس بخوانه، فرمودی همو قاری صاحب خدا ببخشه که اگر مادر بسواد بود اولاد خود کور میسازد. من یک نکته را میخوام اشاره بکنم، اگر مردهای کل دنیا درس نخوانن، مردهای کل دنیا مشکل برای یک فرزند ایجاد نمیکنه. اگر یک مادر بی سواد باشه، یک خواهر بی سواد باشه، باور بکنید نظم اجتماع بر هم میخوره. یک طفل وقتی به دنیا میآید سر کارش با مادرش است. مادر خب معلوم است، معلوم است در آغاز در دامان مادر پرورش میابه، همه چیز از مادر یاد میگیره. باید این فکر شخصی خودم وابسته به اسلام هست دقیق. و اسلام چی داره که بیان میکنه؟ در اول میگه اقرا بخوان، نمیگه که مرد بخوان. بله 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 واقعا در قرآن میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بله کجا برابر هستن اونایی که مقید قید نمیکنه که مرد یا زن. بله برای همگی یا همچنان بله. اما طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. مسلم. کل مسلم. وقتی کل مسلم میگه دیگه همه مسلمان ها را یک روز یک دکتر اشاره بکنم یک مولوی به امرین بحث داشت. میگه فیجه مؤنس نامدن مسلمان آمده. وقتی کل مادر دیگه کل مسلم خو یعنی تمام مسلمان ها. مادر مسلمان نیست؟ بله. وقتی مادر مسلمان نیست یا مسلم شامل ازید. چون در بسار حدیث ما داریم که لفظ مسلم هم بر مرد شامل میشه هم بر زن. مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانی. بله دقیق. مسلمان کسی است که دیگر مسلمان ها از لسانش از دستش درمان باشن. دقیق. ما گفتم خیر مردا باید شامل از این جزا شبا ولی خانم ها نکنه. بله. خیلی غیبت هم بکنم مردم هم. بله بله بله. پس بدون شک ناگزیر هستیم. هیچ وقت نمیتونیم شریعت فرار بکنیم. هیچ وقت نمیتونیم که قرآن را پوت بکنیم. بله. این سوره اقرا را پوت بکنیم بگذاریم بگیم نه زنا نخوانه. صحیح میگی. پس دیدگاه شخصی ما و پیشنهاد ما و نظام فعلی و امارت اسلامی افغانستان همیشه بوده و همیشه ما این پیشنهاد هم علما دادن. بدون شک. ان شاء الله باید باز بشم. حالا ما شما اگر بگوییم باید میشد، باید شود، چون از مکاتب اصلی مهم هست، پنتون اصلی مهم هست برای خواهر، باید در بخش طب ضرورت هست، نیاز هست بخش نسایی خب در هر ابعاد. چرا همیشه ببخشی یک سوال همیشه که مادر کس پرسیدیم یا که من دیگر ها پرسیدن همیشه اینمی دکتر و طب مثال میتن میگن اگر مثلا خانم دان بیمار شد رو پیش دکتر مرد باید بزن، یعنی عرصه های دیگه هم از اجتماع که حضور زن، تعلیم زن گیرم اگه دکتر نشه خود علم خوب ریزی نیست که حتما باید شخص باز وظیفه انجام بده. یعنی یک شخص اگه وظیفه انجام نده پس با این دو کس به علم نکنه. خب علم خوب برای شخصیت سازی است، برای انسان سازی است. مثال عمومی ای را ما میاریم به خاطر از که نمیشه که همه ابعاد را ذکر بکنیم. بله. چون نیازی بیشتر در این دو بخش. خب یعنی یک مثال میتن. بله. این بیشتر زیاد هست، اغلبا هست. باز در دیگه بخش هم بدون شک هیچ وقت این کار کردن خب نمیتونیم که در بسیار بخش خواهر باید تعلیم. بله. باید خواهر تعلیم بکنه. بله بله بله. پلیس باید خواهر پلیس باشه در خانه، نباید مرد داخل شده در خانه‌ای که سیاست هست. ببینیم یعنی شاید هیچ عرصه‌ای نیافیم که اونجا زن نتانیم مثلا حضورش آدم بگوی که منتفی است. آنچه اسلام گفته در چارشاکات شریعت کدوم مشکل نیست. دقیق. بسیار عالی. بسیار عالی.
خب حال بخیر بگوین که این بخش کار، این تعلیم و آموزش هم به می حد محدود نگاه میکنین یا به نظام برنامه هایی دارین بخیر که توسعهش بتین، رشدش بتین به ولایات یا به ولسوالی های دیگه ببرینش؟ فعلا که من میبینم خب کل خدماتت برای ولسوالی شکردره است، غالبا نه شکردره هم هست دیگه. نه خیر، نه خب. شکردره دو سال ما زندگی کردیم اونجا و در شکردره چطور شد که با شکردره انتخاب کردین برای فعالیت هایتان؟ شکردره به خاطر از اینکه شکردره است دیگه. نه خیر، یک شکردره هست و در زمینی که نیاز بیشتر رو مردم زیاد داشت. شما حس کردین که اینجا که ما مدرسه تشکیل دادیم گفتم که یک مدرسه در جوار ما بسیار کوچک 20 نفر در اونجا درس میخوانه یا 30 نفر، زیاد نیست. اما ما براتون میگم که ولسوالی شکردره چقدر نفوذ داره. اما مدرسه که ما اونجا تشکیل دادیم فعلا 300 خواهر درس میخوانه، یک خدمت بزرگ هست. و من نه تنها که در شکردره تصمیم دارم، من بیشتر کوشم در اطراف هست و ان شاء الله که ما در ولسوالی های مختلف و در ولایت های مختلف در مرکز ما هیچ وقت خدمات انجام نمیتونم. اگر انجام بتم سر کوچکم خب شاید مرکز خب چون پایتخت است شاید هم بیشتر مراکز داره دیگه، اونقدر نیاز نیست نسبت به اینکه به یک ولسوالی دور افتاده ای که نیاز داره. خب ان شاء الله در پلان دارین که شما این توسعه و بست بتین به دیگه جایا. بسیار عالی، از خداوند برای دی ارسم توفیق میخوایم الهی که خداوند شما را مجال بیشتری از این رابطه که در سراسر افغانستان مصدر خدمات واقعا انسانی شوین. خب عزیزم من یک وقفه کوتاه باز میگیرم، انشالله برمیگردیم به بخشای دیگه صحبتهای عالی شما. بیننده‌های عزیز وقفه بسیار کوتاه میگیریم، هنوز ظرفهای قشنگ دیگه هم داریم که از جناب نثار احمد احمدی بشنویم. ما بسیار زود برمیگردیم و شما منتظر باشید. بله خوش آمدید میگم شما را به ادامه برنامه کاکتوس با آقای نثار احمدی احمدی و این دو بخشی که بسیار عالی و انسانی بود. ما از خدمات و کارکردهای عالیشان حرفای قشنگی شنیدیم و حال میایم در یک بخش بسیار مهمی که من عمدن خواستم داخل حرف بزنم و اوی است که شما ماشاءالله یک بنیاد خیریه خوبی هم دارین. این حال وقتش است که در این مورد حرف بزنین. در آغاز شما بنیاد خیریه داشتین، بعدا دارالیتام و این مراکز آموزشی را جور کردین، یا اونا اول بود اینی را داخل؟ من فکر میکنم در آغاز باید شما این بنیاد خیریه را داشته بوده باشین. باید. این فکر چطور برات پیدا شد عزیزم؟ بدون شک در بخش بنیاد انگیزی که برای من پیدا شد و همو حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است. بدون شک اسلام ما همه چیز را فراهم می‌سازه و باید ما از آینه که اسلام مردم را ببینیم. باز ببینیم که چقدر زیبایی‌ها در اسلام میاد. و هر کس اگر انگیزه داشته باشه، پیغمبر ما صلی الله علیه و آله می‌فرماید، حدیث مسلم هست، میگه کسی مشکل یک کس را در دنیا دور بسازه، مشکل یک انسان را بلی. الله یک مشکل شده روز قیامت دور می‌سازه. بدون شک از این که افتخار بالا نیست. واقعا تا مادامی که یک انسان در خدمت یک انسان باشه، الله در خدمت از او هست. ماشاءالله. پس بدون شک از این انگیزه بالا نیست. پس بنیاد، ما بنیاد را زمان تشکیل دادم که مردم نیاز برای خدمات داشت، نیاز برای کمک ها داشتن. و این بهترین راه و مسیری بود که من انتخاب کردم و الحمدلله موفقم شدم. و این که خدمات ارزنده که ما در این بخش در بسیار مدت کم ما انجام دادیم، وقت خیلی چشمگیر است. باز اگر شما سوال چرا؟ کردیم چرا؟ وقتش است که سوال کنم که گفتین مدت کم است. از چی مدتی را تأسیس کردین و کدام خدمات اتحالی را کردین؟ مدت 6 ماه بیشتر نمیشه. خیلی خوب. در مدت 6 ماه الحمدلله ما کم از کم تنها 10 میلیون افغانی را تنها پول نقد ما برای عزیزای خود، برای کسایی که سخت کردیم. مستحق بودن ما کمک کردیم. سبحان الله. و مساجد ساختیم که اصلا تو فکر نمی کردیم که این شوه. چاهای عمیقی که ما حفر کردیم. خصوصا ساخت دارالایتام و این اکادمی بزرگی که تحت این بنیاد شامل هست. بله بله خیلی بله. افتخار بزرگ هست. بدون شک. همین حادثه بزرگی که در بغلان صورت گرفت. و ما این هیچ فکر نمی کردیم و الحمدلله عزیزایی که با ما اعتماد کردن و از آدرس ما تانستیم که وسیله شویم برای عزیزای خود که همکاری بسیار بزرگ داشتیم که در رفتار مثلا در سفر اول و سفر دومی که داشتیم الحمدلله بهترین کمک‌ها را ما برای عزیزا داشتیم که حتی ساخت خانه را ما شروع کردیم که انشالله چند وقت بعد افتتاحش میکنیم. خانه ها ساختیم برای کسایی که خانه را از دست داده بودن و فامیل خود را از دست داده بودن. و تنها در نمی رفتن ما برای خود ولایت بغلان 2.5 میلیون افغانی ما تنها پول نقد ما کمک کردیم نقدان که به هر شخص تو 1 لگ افغانی ما دادیم که بخاطر ساخت خانه‌هاشون حتی اقدام کردن. سبحان الله. کار بزرگی است. سبحان الله. واقعا. ما کوشش میکنیم که بیشتر بدرخشیم و بیشتر
خدمات انجام بدیم و یک وسیله شویم وسیله خیر. بسیار عالی. فرمودین که تنها اگر پول نقد شما کمک کردین حدود 10 میلیون افغانی، سوای از اینکه شما مساجد ساختین. بیاین خیلی یک مقدار به تفصیل سرش گپ بزنیم، ببینید دای عزیز ما بفهمن که این مساجد در کجا ساخته شده، این 10 میلیون افغانی را بیشتر به کدام مستحقین دادین و این خانه هایی را که شما غالبا در حوادث اخیر سیلا بغلان به خیر ایجاد میکنین، به چه تعداد خانه خواهد بود؟ او خانه های فرهاد دریا و گنبزک ها میسازی عزیزم یا نه سمسایی خانه میسازی؟ در این مورد لطفا. ما خود دیدیم که نتیجه نداد، کار برادرم و کار کرد کار خوبی نبود و خب یک مدل نمیدانم از کجا یافته بود که همگی خندیدن و همگی تقریبا مسخره‌اش کردن. بله مورد استهزا خلاقل قرار نگیره. بله اینکه انسان های قدر تمسخر کرد و بدون شک پیش الله متعال مقبول نیست و چیزی، یعنی این کار واقعا یک نوع توهین به او مستحق بیچاره است که اگه او خانه خود از زلزله از دست داده و بعد ما تو میایم یک مرغانچه واری را برای جور میکنیم، خب ما فکر میکنم اول توهین به او شخص است. ما اگر یک نکته را به خود اشاره بکنم شاید باور نکنین، این که ما تقریبا برای 5 فامیل بله پول انگفت دادیم کار خانه را آغاز کردن فعلا فعال است و ما الحمدلله 3 خانه که ما ساختیم، باور بکنین که از منطقه فلول ما رفتیم به شهر قندوز به اونجا ما زمین خریدیم و اونجا باشن کار شروع کردیم. سبحان الله. خواسته همون کسایی که بسیار درد دیده بودن و در سوشال میدیا یعنی دردشان اشکایشان بیخی معروف شده بود، کسایی هستن که معلوم دار هستن اسامیشان، اونها درد بسیار زیاد داشتن. ما برشان گفتم ما چی بکنم که شما خوشحال باشین؟ در همینجا میخواین همین تو خانه داشته باشین یا در یک جای دیگه؟ کدام ولایت انتخاب میکنید؟ بله. میگه خیشو و خیشاوندای ما دولت قندوز هست، در مرکز هست. آه دیگه دورو برای ما باشن. الحمدلله همین کار کردیم که گفتم 3 خانه بود که هزینه گفت همون قدر پول داشتیم که ما برشون ساخت شروع کردیم که چند وقت بعد انشالله افتتاح میشه. ماشاءالله. اون مساجد در کجا جور کردین جناب؟ مساجد یک توش در ولایت بغلان هست، دو تاش در سالنگ هست فعلا و یک تاش که یعنی تقریبا دیگه مکمل ما نکردیم که از جای دیگه هم سهم داشتن که در ولسوال شکردر است. شکردر است که باز نگوین که در شکردر چرا کل چیز در شکردر است چرا. خب حال سوال می است که بخیر شما فعالیت هایتان ان شاء الله از ولسوالی شکردر دیگه فراتر میبرین بخیر ان شاء الله. در این بخش بنیاد خیریه تان هم فکر دارین که بتونین در جاهای دیگه هم نمایندگی های بالمثل ایجاد بکنین در گوشه و کنار افغانستان؟ بنیاد ما فعلا یک نمایندگی در ولایت کابل داره در خود مرکز. بله. و چون مدت کم میشه به خاطر رشد به مدت ها باید سپری کرد، انسان باید برنامه ریزی داشته باشه. تو نمیشه یا احتمال دو چیز داره، یا بیخی از بین میره یا پیش میره. بله. اما بله. صداقت در کار هست، باید خیانت نباشه در این مسائل و تعهد به الله باشه و توکل به الله باشه، باز پیشرفت از غیر از اون نیست. ما این را تجربه هم کردیم در وطن. بدون شک این پروسه در کار هست و این در فکر ما هست، اما قسمی که ما در لیتام میخواییم پیشرفت کنه و اکادمی ما و این خوب اصل بنیاد ما است که باید پیشرفت کنه و در ولایت های مختلف باید ما نمایندگی داشته باشیم. فعلا از غور برای ما پیام میاد. بله. از هرات برای ما کسی یتیم هست، بیچاره سرطان داره، مریض هست، به 5 دلار وقت نیاز داره، اما یک نماینده نداریم که پول به او برسه. نمیشه که از طریق بانک روان کرد چون اعتماد نیست. بله. ما به خاطر یک کسی که کسی را بانکی هم جور بله. نیست هم متکل آدم چون بله. ما باز پروسا داریم که باید یک انسان تشخیص شود که فقیر هست یا نیست. چون ما از بعضی ناحیه رنج میبریم که بعضیا با لباس فقیر خود را میگیرن. بدبختانه بله. باید نمایندگی داشته باشیم، شرایط ایجاب میکنن. و تصمیمم داریم انشاءالله. خیلی خوب، بسیار عالی. این بنیاد که خیریه است و از نامش هم معلوم است که هر کمکی به این خیر بزرگ محسوب میشه، آیا باز با اونمو سرنوشت دوچار هستین؟ خدای نخواسته که تجارای داخلی ما، سرمایه‌دارای ما و قدر علاقه نمیگیرن، یعنی یک مقدار وجوه مالی را شما تانستین از سرمایه‌دارای ما جمع‌آوری بکنین یا از خارج یا از داخل؟ ما تقریبا پروسه‌ای که داریم در خود بنیاد بله. مثل که پروسه‌ای در دار لیتام داریم و الحمدلله انشاءالله این نتیجه مثبت میده. ما داریم 6 ماه 4 دکان خیلی خوب و منظم بزرگ برای بعض از زایی که ایجاد شغل کردیم تا کار بکنن. 4 دکان ما ساختیم برشان و این نتیجه مثبت داد. از اینکه 5000 افغان به یک شخص بدی، اینکه 50000 افغان به یک نفر بله. کار بکنی، نتیجه مثبت. بعد از این ما یک انگیزه دیگه گرفتیم، اینکه ما یک سرمایه‌گذاری بزرگ داشته باشیم، یک شرکت بسازیم، کار بنیادی بکنیم که در آینده اگر کسی برای ما کمک نکنه و بنیاد ما پول نمون نکنن، ما بتونیم از طریق پیش بریم. بسیار و این نتیجه خوب میده. مفتی صاحب تقی عثمانی
حفیظه الله در پاکستان هست. بله. معروف هست. بله. شاید علما میشناسنش. بله بله. او شخص 500 دلار لایتام داره، اشتباه نکنم. در کشورهای مختلف. آفرین. و چقدر خیلی کارهای خیلی انجام میده. اما یک روز من پرسان کردم در مورد ازی که به یک پول روان میکنن. گفت خودش در عین حال 5 بانک اسلامی داره. واو. خودش شرکت نمک داره، این شرکت داره، این شرکت داره. گفت شرکتاش که نام گرفت، گفت هیچ، گفت اگر ما بگم که یک بانک از او، یک شرکت از او تمام کارهای زیر پیش میره، شاید شما باور نکنید. بدون شک. بدون شک فکر در این کار باید شود. هم از زبان دیگه بسیار عالی است. مثل معروف عام است، مثلی که میگن مایی را به مردم مثلا نه خیرات نتین یکی دوتا، ولی مایی روش گرفتن شبرشون. بله. چی خوب فکری است که اگر شما در فکر ازی افتیدین، مثلا گفتین شرکت پرورش مرغ به خیر ایجاد میکنم، اگر قرار باشه چنین شرکت هایی را شما ایجاد بکنید. در این حال نگفتن امونه که شرکت سیاحتی هم است و زیارتی که خب. هم ممو تمویلش تصمیم دارم که ما، یعنی تمویل کننده برای برنامه های ما باید باشه. و این انشاءالله تصمیم دارم. بسیار عالی. کارش پیش بده من. بسیار عالی. بسیار عالی. خب این هم ایجاد شغل میکنه به یک حساب، شما کسایی را میارین وارد میسازین که شغل شوه، و هم بازی درآمد میکنه که شما بتانین جاهایی که باز پول و خیریات لازم است، مثلا دارالیتا هم است یا مراکز آموزشی یا افراد و اشخاصی که در حوادث طبیعی محتاج ازی میشن که شما برش کمک بکنین. حالا ببینین شما، چیزی که واقعا برای ما قابل تأسف هست و برای تمام افغان ها این یک تأسف هست، تجارای ما با سرمایه های بزرگ در کشورهای خارج میرن سرمایه گذاری میکنن. بله بله. اما این وطنی که در دیده هست، باور بکنم تجارای خودمان اگر بیاید سرمایه گذاری در این وطن بکنن، این وطن از دبی فراتر میشه. آب و هوایی که داره دبی نداره. معلومه. دبی خشک. حتی ما به عربستان رفتم، باور بکنید که اگر حرمین نباشه، مکه و مدینه نباشه، دشت بیابان است، باور بکنید که هیچ ارزشی به خاک افغانستان نداره. اصلا و این ارزش باید کار شه، سرمایه‌گذاری باید تیره بفهمه و باید سرمایه‌گذاری بکنن. اگر در سابق میگفتن امنیت نیست، حالا امنیت هست. خب به خدا امنیت هم هست. چی دلیلی به این دارن؟ پس باید سرمایه‌گذاری بکنن و شرکت‌ها باید فعال بکنن. دقیق. بسیار عالی. در این مورد اگر حرفی داری عزیزم خودت، چرا ما می‌خوایم این بخش رو آخر خلاص بکنم، بیایم به شخصیت عالی خودت بپردازیم بخیر، ببینم چی حرفایی مانده باشه، شما خودتان میتونین بازور عنوان بکنین. در مورد خود لطفا بگوین، کودکی در کجا گذشت، چگونه گذشت، در کدام دیار بودین، دروس تا کجا ادامه دادین؟ در اصل ما تولد ما در ولایت بغلان شده، اولسواری خوست، قری و غاب، قری دوردست که کوبند است و در اونجا ما تولد شدیم. تقریبا 6 سال به اونجا بودیم، باز مستقیم سفر کردیم به کابل که فامیل ما به اینجا آمدن. پدرم امام مسجد بود و او خاطر در کابل امامت داشت، باز کل ما آمدیم به اینجا. تقریبا 10 سال به کابل بودیم و 10 سال در اینجا گذشتانیم که پروسه مکتب ما بود، پروسه حفظ قرآن کریم بود که از اینجا آغاز کردیم. باز پس رفتیم دوباره به بغلان که 10 سال آخر ما در اونجا سفری شد و نقطه رشد من بغلان بود الحمدلله. که اونجا باز درسای حفظ وقت ما خلاص کردیم، در کنارش با درسای دینی را آغاز کردیم که الحمدلله دوره حدیث است که دوره علمیه تمام میشه. الحمدلله در جریان است. امسال بخیر من فارغ میشم با علم. خوب خلاص نمیشه، پایان نداره. بله نه، پایان خب نداره. برنامه های هم داری بخیر که ادامه داده بری دور سته یا چرا اونجا مصروف خیلی کارهای دیگه اجتماعی هم هستیم؟ بدون شک فعلا خودم محصل بر حال پانتون شریعت کابل هم هستم. صرف سی پانتون درس میخوانم فعلا. یک سال مانده به خیر فارغ شوم و در زم دوره حدیث هم میخوانم. بسیار و کارهای ما که پیش میرم الحمدلله بسیار به برنامه پیش میرم. و هر کسی به برنامه پیش بره هیچ وقت پس نمیمونه. و می کارهای بزرگی هم که میگم الحمدلله به برنامه است، هم به درس خود رسیدگی میتونم و هم مطالعه دارم و هم تدریس میکنم، هم بخش دعوت است که الحمدلله ما در بخش دعوتم پیش قدم های گذاشتیم و الحمدلله پیشرفت هایی داشتیم. خب بگوین لطفا یک مقدار توضیح بدین، چگونه فعالیت های دعوت میکنین؟ تنها یا مثلا کسای دیگه هم در کنارتان هستن؟ چرا دعوت خب بگونی فرادی هم میشه، بگونی گروهی هم انجام میتن؟ من به سه زبان تصمیم دارم که من دعوت باید پیش ببرم. ماشاءالله. و فعلا به زبان انگلیسی دعوت داشتیم خیلی کم. خب یعنی شما انگلیسی هم بخیر. بله. واو نام خدا. بله مبالغه نشود، توصیف هم نشود. در زبان انگلیسی ما دعوت های داشتیم الحمدلله، توسط او دعوت ها بعضی اشخاص مسلمان هم شد الحمدلله. سبحان الله. این بزرگترین سرمایه برای معمی بود واقع. و ما بسیار کوشش میکنیم که به این زبان عربی و زبان انگلیسی بیشتر دعوت داشته باشیم و فعلا کم هست، چون
فعلا مصروفیت های دیگه زیاد از دیگه بعد از اینکه پانتون خلاص کنم من تصمیم دارم که این دو زبان باید بالاش خیلی حاکم باشم. زبان عربی الحمدلله حاکم هستم و مکمل حاکم هستم اتمن. و در زبان انگلیسی مشکلات ها دارم که باید اینا بخونم. بعد از او به این دو زبان هم باید دعوت پیش بریم. خیلی خوب و دعوت ها الحمدلله باز خیلی بهره ها بردیم و نتایج مثبت را هم دیدیم. دعوت باید به حکمت باشه بدون شک و گپ او عالم را مردم میشنوند که از صحبت هایش یعنی صفت رحمانیت الله بیرون شود و صفت خوبی الله، صفت جنت دقیق. و صفت مهربانی بخشش الله متعال واقعا در منبره وقتی علما بلند میشه و دعوت های حکیمانه داشته باشن بسیار و مردم را به خود جلب بکنن و در قلب مردم باید داخل بشن واقعا واضح نتیجه را واقعا و الحمدلله فعلا ما خیلی جوانا و خیلی عزیزایی هستن که در برنامه های اشتراک کردن و باعث خیلی تغییرات مثبت در زندگیشان شده این دعوت و موفقیت همین بوده که روش حکیمانه بوده ادعو الى سبیل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه. روز یک عالم ترجمه قرآن میکرد بله. در جای قرآن کریم میگه که جهنم است برای کفار ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. اینجا این مورد در مورد قوم لوط است، قوم نوح است، قوم ثمود است، در مورد اونا است. بله بله. لازم نیست که تو مورد عذاب قرار گرفتن. بله. اونا به خاطر که در مقابل الله ایستاد شدن. بغاوت کردن. بله بله بله. در مقابل قرآن. دقیق. اینجاست که یک عزیز ما یک عالم دین و مثال میاره میگه فلان قوم فلان نفر اگر نکنه همه قسم میشه. پس لازم نیست که مسلمان را در این چارچوبات بیاری، برش جهنم بگویی. به خاطر از اینکه یک انسانی که ایمان میاره و لا اله الا الله محمد رسول الله میگه توحید به الله داره، آخرین کسی که از جهنم خارج میشه همین شخص است. کسی که لا اله الا الله گفته و توحید اصل. پس بدون شک این قدر که انسان در دعوت ما اگر تنفر باشه بسار وحشت و دهشت باشه بدون شک بسار وحشت ایجاد میکنه. اگر از رحمت الله از خوبی های الله استفاده شه و حکیمانه پیش بریم خیلی خوب هست. بسیار عالی. خب جناب نثار احمد احمدی حرفایت خیلی آموزنده، خیلی قشنگ بود واقعا، خیلی آموختیم، خیلی لذت بردم. به حیث آخرین فرصت چند دقیقی که در اختیار داریم او را در اختیار شما میگذاریم. هر حرف داری، هر چی دل تنگت میخوای بگو، هر پیام داری، کمره ما تلویزیون ما در خدمتتان است. پیام ما برای بیننده های تلویزیون یک جهانی یک و برای عزیزایی که فعلا میشنون و میبینن یک برادر کوچک و برادر حقیر که پیامی که از قلب من میبره بیرون میشه انشاءالله که پیام پیام خوب هست و پیام قرآنی هست که آنچه که باید در وطن ما شود. پیام ما بالای امی خود سرزمین هست، پیام خود وطن هست. یعنی باور بکنین فکر مثبت این یکانه چیز هست که باید هر هموطن، هر شخص باید فکر مثبت در قلبش، در ذهنش باید باشه. بسیار عالی. اگر ما ببینیم که وقتی که نظام قبلی، وقتی منحل شد، نظام فعلی که آمد، ببینیم که حتی ما اقدر فکر منفی داشتیم که مردم از گشنگی میمره، حتی از تیاره خود انداختیم به فکر منفی خود. بله واقعا نمیتونه. فکر منفی در ذهن ما بود، از تیاره خود انداختیم. گفتیم اگر اینجا باشیم از بین میریم. بله بله. پس ما تو یعنی با آخرین کلام ما، آخرین پیام ما برای تجارای عزیز هست، برای عزیزایی که در رأس قرار دارن، در رأس حکومت قرار دارن، آن چیزی که باید زمینه را مساعد بسازن به دو چیز. یکی به خاطر تجارت و کار، دوم به خاطر تعلیم و تعلم. بسیار عالی. این دو چیزی هست که امی افغانستان که ها را میبینیم اگر این دو چیز اگر کار شوه سرش ممکن که از دبی کشور یعنی تجاری هست، ممکن که خیلی از کشورهای با تکنولوژی فیلن هستن شد بشه، چون همه چیز افغانستان داره واقعا. و اگر این دو چیز باشه، فکر مثبت، کار و همچنان تعلیم و تعلم. بسیار عالی، بسیار عالی. و من از خداوند استدعا میکنم که شما را نه تنها در دو آرزوی خیلی انسانی که در تمام آرزوهایتان، تمام خواستهایتان انشالله که ایجاب کنه، قبولش بفرمایه و شما را به تمام آرزوهایتان برسانه. و الله تعالی میگه و الیس للانسان الا ما سعا. بله. ما این قدر ما فکر منفی داریم در وقتی که حتی ببینید که در خانه هستیم، نشسته هستیم، کار نکردیم، عرق نریختاندیم، باز میگم چرا پیشرفت نمیکنیم؟ بله توقع هم داریم. در حالی که یک کسی از امریکا، یک خواهر برای من تماس گرفت گفت دلم تنگ شده در امریکا، کم است که بمرم، من شرایط برام خیلی، میگم خود خودکشی میکنم. چرا؟ میگه در امریکا غیر از موتر هیچ چیز نمیبینی. میگه بله واقعا هم هر کس مصروف کار است، حتی شب مصروف کار است. راست میگم. از کار میان میگه خواب میکنن، از خواب میرن در کار. کار بله. اما امروز در جاده های کابل شما برین، در جاده ها ببین جوانا فقط سیگریت، نسوار،
اسپان بالاخره خیبر لهو لعب پس چطوری کشور پیشرفت کنه؟ به هیچ وجه. اونا اصلا قناعت دارن، کار میکنن، زحمت میکشن، خواب ندارن، کشورشون در اونجا رسید. واقعا پس ما بدون قرآن میگه ولیس للانسان الا ما سعى، قرآن میگه تو پیشرفت بکن. دقیق. پس وقتی که ما مشکل در خودمون است، باید دیگه خود حل خود جور بسازیم، جور بکنیم و رمز موفقیت تمام جوامع بشری دمی سه حرف از کاف و الف و ری است. بله. و هر جامعه که کار کرد، صداقت داشت، تعهد داشت، انشاءالله بونه و مدارج ترقی رسیدن. با می امید با می آرزو که خداوند شما را در این آرزوهای بزرگ انسانیتان موفق داشته باشه. بسیار زیاد تشکر عزیزم که لطف کردی خدمات سر چشما یار زنده صحبت باقی. امیدوار هستیم در برنامه‌های متعدد شما را داشته باشیم، از سخنان عالیتان مثل امروز مستفید شویم. بسیار زیاد تشکر یک بار دیگه. بینندگان عزیز، این بود برنامه موجود کاکتوس با آقای نثار احمدی احمدی که واقعا خوش گذشت، نکات بسیار بسیار ارزنده و انسانی داشت که ما و شما همه ما از او آموختیم و ای کاش آرزوهایی که کردن، توصیه هایی که کردن همه ما به او عمل بکنیم. چرا آنچه اینا فرمودن همیشه از متن قرآن بود، از متن احادیث بود و اگر ما به این راه گام بگذاریم و پیش قدم باشیم و راه بریم، یقیناً که به شهرهای خوشبختی فردی و جمعی میرسیم. با می امید همه شما را تا تقدیم برنامه دیگه کاکتوس به خداوند یکتا میسپارم. شب و روز بر همگان خوش باد.